از چهل هزار پناهجوی افغانستانی تنها هفت هزار اون را وارد کانادا شدند. اما نه در یک زمان بلکه در زمانهای مختلف کسایی که گیر اند چی کنند و کسایی که وارد کانادا شدند چگونه با آنجا رفتند دوستان گرامی سلام وقت شما به خیر و خوبی دولت کانادا اعلام کرده که حدود 200 تن از مهاجرین افغانستانی وارد شهر وینکوور کانادا شدند این خبر با تاریخ 19 جنوری 2023 اعلان شده و مرکز خبر هم شهر وینکوور هست با این خبر دولت کانادا گفته شده که ما به وعده ای که حدود چهل هزار پناهجوی افغانستانی را میپذیریم کاملا استوار هستیم و همراهی همکاران داخلی خود و همکاران محلی تلاش میکنیم تا ای هدف چهل هزار پذیریش تحقق ببخشیم در خبر گفته شده که از این حدود 200 هزار پناهجوی افغانستانی که وارد کانادا شده البته اینا شب گذشته بوده گفته شده که حدود 161 تن اینا در شهر وینکوور بودو شده میشه و حدود 48 تن دیگر در شهرها و در جاهای دیگه بودو باش داده میشه که اعضای خانواده اینا دو شهرها بودو باش با اینکه که حدود 200 تن از مهاجرین افغانستانی دیشب وارد کانادا شده تعداد کسایی که وارد کشور شده به 700 نفر رسیده باید داشته باشین که پرواز اینا از اسلام آباد پاکستان صورت گرفته و قبلا هم گفته شده بود که حدود 250 تن از پناهجویان و فعالین حقوق بشر که توسط نهاد فرانت لاین دیفندرز معرفی شده بود آنها هم وارد کانادا شدن این مهاجرانی که تازه وارد کانادا شده در قسمت پیدا کردن خانه، در قسمت پیدا کردن وظیفه، در قسمت آموزش زبان و زندگی در کانادا کمک هایی را توسط نهادهای های مختلف دریافت میکنند که نام نهاد ها در اینجا ذکر شده. دولت کانادا همچنان اعلان کرده که ما به وعده ای که دادیم که حدود چهل هزار پناهجوی افغانستانی را میپذیریم به این وعده خود، همچنان وفادار هستیم و ما تلاش میکنیم با همکارای بین المللی و همکارای داخلی خود زمینه نجاتی کسایی را که واجد شرایط هست فراهم بکنید. در علامه ای که ذکر شده شما میتونید از دو طریق وارد کانادا شوید. یا ای که از طریق کمک های دولتی باشه که نهادهای های مختلفی که دولت کانادا با آنها همکار هست افراد شناسایی میکنه و وارد کانادا میسازه. نهاد هایی که دولت کانادا ذکر کرده عبارت از یا انسیار یا سازمان ملل هست پروچک دفندرز هست یا فرون لین دفندرز هست نهاد است که مدافع حقوق بشر هست اگر سازمان ملل یا پروچک defenders یا فرون لین دفندرز کسی را به کانادا معرفی کنه این افراد توسط کانادا پذیرفته میشه طریقه دوم این است که شما توسط پرایویت اسپانسرشیپ یا اسپانسری خصوصی وارد کانادا شوید اسپانسری خصوصی در کانادا دو قسم است یا نهادها هست که شما را اسپانسر میکنه و یا حلقه پنج نفره هست که مهاجرین انتخاب میکنه و اونا را زیر چتر قرار میدهد. آنچه که در سایت کانادا گفته شده در قدم اول دولت کانادا برای نهادهای خصوصی کسایی را معرفی میکنه تا که اینا افراد زیر کواره خود بگیره زیر پوشش خود بگیره گفته شده که در مرحله اول حدود 25 نفر به نهادها معرفی میکنه و بعد از ممکن است در مراحل بعدی هم نفرهای دیگری را به نهادها یا افراد معرفی بکنه و رویش دیگه هم اجازه داده که این نهادها یا ای پرایویت اسپانسرشیپ ها میتونه که کسایی را از خارج کانادا انتخاب بکنه و اونا را وارد کانادا بسازه تمامی مصارف انتقالات اونا را به دوش بگیره و این سپانسر کننده ها از کسایی را که انتخاب میشه هیچ گونه پولی را دریافت نمیکنه و اما چگونه به این ها دسترسی پیدا کنیم دوستو عزیز تمامی لیستی از این سپانسر کننده ها در وبسایت موجود هست ولی ای که شما با اونا کانتکت بکنید و خود معرفی بکنید و شما را بپذیره بسیار بعید به نظر میرسه بسیار کار سختی است یعنی میگیم که ناممکن است اونا احتمالا لینک هایی داره کس های را داره در دیگه جاها شهرانده افغانستانی را اونا یا میشناسه یا به نحوی با اونا ارتباط داره میتونه که اونا را پذیرش بکنه یا کسایی است که های ما از افغانستان در دو بوده باشنه اینا باز افراد شامل امون های خود میسازه و اونا را شامل اسپانسرشیب خصوصی میسازه شما میتونید در کمپیوتر سرچ بزنید یک لیست زیادی است نهادهای های خصوصی در اینجا موجود است شماره تماسشان ایمیل آدرسشان وبسایتشان همه چیزشان موجود هست ولی ما بعید میدانیم که شما خود معرفی کنید و شما را بپذیرم و بسیار سخت هم که هست که بتونه اعتماد بکنه اینا کسایی را میپذیره پرایویت سپانسرشپ ها که حداقل با آنها قبلا آشنایی ارتباط شناسایی یا حداقل کسایی باشه که مشهور باشه اگر کسی با اونا ارتباط میگیره یک نام و مشخصات خود روان میکنه اونا به محضی که ببینه در اینترنت در جاهای مختلف این افراد مشهوری باشه افراد مشهور میتونه که خبرنگار ها باشه میتونه که فعالین حقوق زن باشه میتونه فعالین حقوق بشر باشه میتونه تراجنسی ها باشه و نمونه های دیگه هم هست که در وبسایتش ذکر شده و اما کسایی که در افغانستان مانده اید با نهادهای همکار خود و جاهایی که ایمیل زده اید خود معرفی کردین منتظر هدایت و راهنمایی آنها باشد حتما به با شما رسیدگی سرعت میگیره و اگر معلومات شما درست و دقیق ارسال شده باشه و شما واجد شرایط باشد حتما رسیدگی میشه اگر شما واجد شرایط باشد و معلومات شما ناقص باشه ممکن است اونا شما دوباره با شما تماس بگیره و معلومات مورد نیاز از شما بخواهد و اگر شما واجد شرایط نباشید بناهن ممکن است که به شما به هیچ وجه تماس نگیره و اگر واجد شرایط باشید یا همکارایشان باشید یا اعضای خانواده ترجمان ها باشید حتما به با شما ارتباط میگیره و به شما رسیدگی صورت میگیره